مردی که برای مراقبت از یه دختر دیوونه استخدام میشه، اما نمیدونه که چه گذشته وحشتناکی تو خونه‌شون اتفاق افتاده. گلاسیا سلام. امروز فیلم کاویات مطرح سال 2020 رو آوردم. یکی از فیلم‌های تریلر رو خیلی عجیب غریبه که اگه از سبک ترسناک و خیلی دارک خوشتون میاد حتما پیشنهادش میدم. فیلمی که آخرش یکم پیچیده تموم میشه و هر کسی درک نمی‌کنه پایانشو، اما خب اتمسفر فوق‌العاده دارک داره و خیلی صحنه‌های ترسناک توش خفنه. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل و کامرا صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم اولگا میبینیم. تو کلبه مرموزی و با صورت خونی دنبال یه چیزی میگرده. یه عروسک خرگوش هم دستشه و هر از گاهی به یه طرف میگیرتش. به یکی از اتاقها میرسه و یه لفه خرگوش شروع به کوبیدن درامش میکنه. در باز میکنه و میفهمیم اینجا زیر زمین خونه است. اولگا از پله پایین میره و صدای عروسک همچنان ادامه داره. از یه جا صدا رو به دیواره و اولگا شروع به ایجاد سوراخی رو دیوار میکنه. با نگاه به اون طرف خیلی وحشت زده میشه و میریم به سکانس بعد. مردی به اسم مور میبینیم. به دیدن دوستش آیزاک اومده. آیزاک به خاطر یه اتفاقی فراموشی کوتاه مدت داره و حتی اول مور رو به یاد نمیاره. اونم بعد اینکه میگه دوست قدیمیتم، میگه یه پیشنهاد کار برات دارم. مو عموی همون دختر اول فیلم یعنی اولگا. با آیزاک پیشنهاد میده که به مدت یک هفته به خونه اونا بره و از اولگا که نیاز مراقبت داره پرستاری کنه، چون پدر اولگا جون خودشو گرفته و مادرش هم چند ماه گم و گور شده. به ازای هر روزم $200 پول بهش میده و آیزاک وضع مالیش به هم ریخته است و کسی هم به خاطر شرایط حافظش بهش کار نمیده قبول میکنه. همین روز مو و آیزاک راه میفتند و آیزاک میفهمه که این خونه یه جای خیلی دور افتاده است و با استفاده از قایقی به این جزیره کوچیک میرسن. اینا میفهمیم که آیزاک خیلی از دریا میترسه و اصلا شنا بلد نیست. به خونه میرسن و هیچ کس دیگه تو این جزیره کوچیک زندگی نمیکنه. مو توضیح میده که برادرزادش یا همون اولگا شرایط خاصی داره و همیشه میترسه که دیگران بهش آسیب بزنن. برای همینم هم نباید اصلا وارد اتاقش بشی. یه وقت هم دستش روی صورتش میذاره و کلا متوجه اطراف نیست، انگار رفته تو خلسه. اون لحظه هم اصلا بهش کاری نداشته باش. به اتاقش میرن توی همین حالته. حتی با صدای دست عموش هم تکون نمیخوره و انگار کلا تو دنیای دیگه ایه. آیزاک هم مشکل با قضیه نداره تا اینکه عمو یه وسیله مثل افسار با زنجیر میاره و به آیزاک میگه دورت ببند. میگه شرایط اولگا خوب نیست و اینو باید به خودت ببندی تا مطمئن شم ازش سوء استفاده نمیکنی. زنجیرات تو دم در اتاقشن و به غیر از اتاقش همه جای خونه رو میتونی دیگه بری. آیزاک اول مخالفه، اما در آخر به خاطر نیاز به پول کنار میاد. با رفتن مو آیزاک کمی خونه رو میگرده و میفهمه زنجیر دور کمرش از زیر زمین شروع میشه. مشکل دیگه اینه که زنجیر حتی به دستشوی اصلی خونه هم نمیرسه و باید از جای دیگه استفاده کنه. وقتی میره دم در، سگه این خانواده رو هم میبینه و با یکم خوراکی دادن باهاش رفیق میشه. این در حالیه که چراغ‌های پشتش خاموش روشن میشن، اما آیزاک چیزی نمیفهمه. تا اینکه زنجیرش هم یهو کشیده میشه. مرد با تعجب برمیگره داخل که بفهمه کی این کارو کرده، اما هیچی تو خونه نیست و اولگا هم همچنان توی همون حالته. شب میشه و آیزاک به تخت خواب میره، ولی نقاشی که تو اتاقه و انگار به زل زده یکم معذبش میکنه. برای همینم تابلو رو میچرخونه و دوباره میخوابه. باز میگذره و با نگاه کردن پشتش تابلو بازم مثل قبل شده. دوباره آیزاک میچرخوندش و این بار در حالی که روش به تابلو میخوابه. ساعتی بعد صدای بلندی میاد و آیزاک میبینه نقاشی روی زمین افتاده رو به خودش و این بار چشمهای زن داخل نقاشی هم خیلی بزرگتر شدن. صدایی ازش بیرون میاد که میگه بیا نزدیکتر. آیزاک ترسیده از اتاق بیرون میره و یکم توی خونه قدم میزنه تا بهتر شه. توی همین حال عروسک خرگوشی که اول فیلم دست اولگا بودم پیدا میکنه. چند لحظه بعد صدای جیغ‌های ممتد زنی میاد و اولگا به همین اتاق میرسه. آیزاک خیلی میترسه چون دست اولگای تیرکمون و اونم میگه برای پدرم بود چون قبلا شکار میرفت. بعد ادامه میده که پدرم خیلی از فضای بسته میترسید. مادرم مثل روانیا بود و همیشه مجبورش میکرد همون افساری که دور توها به خودش ببنده. یه بار حتی انقدر دیگه دیوونه شده بود که بعد بستنش کلیدش رو قورت داد تا دیگه پدرم نتونه اونو آزاد بکنه و هیچ وقت خونه نمیتونست بره بیرون. بعدم به اتاق خودش برمیگرده. آیزاک یکم ناراحت شده از این قضیه و همین عروسکی که جلوش بود یه رفعی به درام خودش میکوبه و خیلی میترسه. در زیر زمین پشتش هم خود به خود باز میشه و وقتی اولگا رو صدا میکنه جوابی نمیشنوه. به آرومی سمت زیر زمین میره و اونجا میفهمه زنجیرش به زمین بسته شده. سوراخ روی دیواری که اول فیلم اولگا کنده بود و با کنجکاوی چراغ قوه‌ای رو سمتش میگیره. وحشت سر تا پای آیزاک رو میگیره وقتی میفهمه که جنازه مادر اولگا اون سمت دیواره، در حالی که یه تیر کمون به قفسه سینه شلیک شده. آیزاک حالا مطمئن اولگا همچین بلایی سر مادر آورده، چون آخرین باری که دیدش تیر کمون دستش بود. به اتاق اولگا میره، دختری که دستش روی صورتش گذاشته و متوجه چیزی نیست. آیزاک میدونه تنها تلفن این خونه هم تو همین اتاقه
و سعی میکنه باهاش به پلیس خبر بده، اما خب زنجیر خودش کوتاه و نمیتونه وارد اتاق شه. با شکستن هواکش روی دیوار دستشو به تلفن میرسونه، شماره عمو مو رو میگیره و بهش میگه اولگا روانیه و این بوده که باعث ناپدید شدن مادرش شده. بعدم میگه میخوام به پلیس خبر بدم، اما مو میگه هیچ کاری نکن، الان خودم میرسونم و حلش میکنیم. آیزاک هم خیالش راحت میشه و بعد گذاشتن تلفن در اتاق روی اولگا قفل میکنه و میاد بیرون. مدتی بعد اولگا از بیسیم خونه با ناراحتی میپرسه چرا در قفل کردی و آیزاک هم حقیقت رو میگه، تعریف میکنه که توی زیر زمین چی دیده و میدونه که اولگا همچین کاری انجام داده، اما اولگا میگه به خودم من کاری نکردم و آیزاک هم میره دم اتاق تا به حرفاش گوش کنه. اولگا میگه من چند وقت پیش جنازه مادرم رو اونجا پیدا کردم، سری قضیه رو به عموم گفتم، اونم بدون هیچ انکاری گفت که با کمک پدرم مادرم رو به قتل رسوندن چون روانی بود و همش پدرم رو آزار میداده. آیزاک میگه چرا به پلیس نگفتی و اولگا میگه دوستنشم از پدرم به عنوان یه قاتل اسم برده بشه، خیلی دوستش داشتم. اما داستان اولگا اینجا تموم نمیشه، یه حقیقت دیگه هم میگه، تعریف میکنه که عموم بهم گفت تو قبل از دست دادن خاطراتت توی خونه کار میکردی، یه بار عموم تو رو فرستاده اینجا و تو بودی که در روی پدرم قفل کردی، چیزی که باعث شد در آخر اون رو از دست بدم، برای همینم غیر ممکنه عموم بذاره تو از اینجا زنده بیرون بری. آیزاک شوکه شده و اصلا باور نمیکنه. اولگا میگه اگه به پلیس زنگ بزنی پای خودت هم گیره چون پدرم به خاطر کار تو مرده. برای اثبات حرفش هم شماره عمو مو رو میگیره، قضیه رو براش تعریف میکنه و مو به آیزاک میگه آره تو بودی که در روی برادرم قفل کردی. بعدم به اولگا میگه به هیچ وجه نذار که آیزاک از اونجا فرار کنه. آیزاک سردرگمه میخواد فقط در بره و برای همینم سعی میکنه کلید زنجیرشو از اتاق اولگا برداره، اما اولگا با شکستن انگشتای این مرد جلوشو میگیره. آیزاک هم در حالی که درد میکشه با آشپزخونه میره و انگشت در رفتش رو جا میندازه. یه دفعه روزنامه با عکس مادر اولگا رو میبینه و میبینه که توی این عکس کلید زنجیر پدر رو به گردن انداخته. سری به زیر زمین برمیگرده و با دیدن کلید اونو از گردن جنازه جدا میکنه. بالاخره آزاد شده و حالا چراغ‌ها خاموش میشن، کاری که اولگا انجام داده. صدای جیغ ترسناکی هم از زیر زمین میاد و آیزاک با چراغ قوه راه خروج از اونجا رو پیدا میکنه. اما این بار تو پذیرایی خونه اولگا رو توی همون حالت عجیب با صورت خونی میبینه. سری زنجیر رو به دختر میبنده و تریکمونش هم برمیداره. میره به اتاق دختر تا به پلیس زنگ بزنه، اما سیم تلفن قطع شده. راهی برای فرار نیست چون از آبم میترسه و قایقی هم دورش نمونده. یه لحظه خاطره به یاد میاره، چند ماه قبل که موبشش اومده بود و ازش درخواست کرد که کمکش کنه تا برادرش رو توی زیر زمین زندانی کنن. آیزاک هم به خاطر پول زیادی که بهش پیشنهاد میشه قبول میکنه که توی این قتل شرکت کنه. یاداوری همچین کار کثیفی که باعث مرگ پدر اولگا شده باعث میشه آیزاک گریه کنه و همونجا بخوابه. بعد مدتی بیدار میشه و وقتی به دستشویی اتاق میره اولگا یواشکی از اتاق تیرکمونش رو برمیداره، شلیکی سمت آیزاک میکنه، اما تیر فقط به گوشش میخوره و اونم سری توی دستشویی در قفل میکنه. حالا اینجا گیر افتاده چون بیرون اتاق ممکنه دختر به صدمه ای بزنه. ساعتی دیگه میگذره و آیزاک یواشکی از دستشویی برمیگره تو اتاق، اما خب جاش امن نیست چون دختر از محل هواکش قبلی شلیک میکنه و این بار تیر به پای آیزاک میخوره. دوباره به دستشویی برمیگره و درو میبنده، بازم خاطره ای از گذشته به یاد میاره. بعد صحبت با مو خودشو به همین خونه رسونده بود، هیچکی اینجا نبود و حالا از کاری که باید میکنه پشیمون میشه. برای همینم هم روی کاغذ مینویسه که مو قصد داره یه جوری تو رو از بین ببره. قصدش اینه که دوباره به پدر اولگا برسونه و یه رفع صدایی از زیر زمین میاد. در زیر زمین قفل و باز میکنه. صدای خنده ای از پایین میاد و آیزاک میره سمتش. یه رفع با چهره خونی پدر مواجه میشه که با تیرکمون به سر خودش شلیک کرده و با وحشت از اونجا در میره. دو روز بعد این قضیه مو به دیدن آیزاک میاد. بهش میگه کار با موفقیت انجام شد و مراسم برادرم امروز تموم شد. آیزاک میگه وقتی من به اونجا رسیدم در زیر زمین از قبل قفل شده بود. من هیچ کاری نکردم که بهش آسیب برسه. مو اهمیت نمیده و پولی رو میز قرار میده. پولی که آیزاک قبول نمیکنه چون هیچ نقشی تو این اتفاق وحشتناک نداشته و مشخص نیست کی بوده که این کارو انجام داده. مو با برداشتن پول بیرون میره و شب یواشکی برمیگرده چون میترسه که یه موقع آیزاک به پلیس جریان رو لو بده. آیزاک داره توی بالکن مشروب بخوره. مو با نامردی هورش میده پایین و همین باعث میشه خاطراتش رو برای همیشه از دست بده. آیزاک به هوش میاد و تریکمونی که توی پاشه رو کوتاه میکنه تا بتونه راحت تر حرکت کنه. در حین این کار متوجه در مخفی توی دستشویی میشه.
هیچ راهی برای فرار نمونده و اونم به ناچار وارد این راه میشه. سینگی دادش میگذره و یه لحظه مادر اولگا رو کنارش میبینیم، اما خودش متوجه نمیشه. انتهای راه رو به جنازه مادر میرسه. اره کوچیکی اون سمت دیواره و با کمکش قسمتی رو میبره تا بتونه از اونجا بیرون بره. یه لحظه سر جنازه تکونی میخوره و آیزک با انداختن کلاهش اونو میپوشونه. اما دفعه بعدی که نگاهش میکنه روی کلاهش هم سوراخی اندازه چشم مادر درست شده. عروسک خرگوش شروع به درام زدن میکنه و اولگا میاد توی زیر زمین. آیزک خودش رو قایم میکنه و اولگا میاد سمت سوراخ. تیر تیرکمونی که به مادرش خورده رو جدا میکنه و یه گوشه پناه میگیره. چند لحظه بعد عمومو به همینجا میرسه. با دیدن اولگا سرش داد میزنه که اینجا چه غلطی میکنی و چرا آیزاک رو نگه نداشتی. یه دفعه متوجه سوراخ رو دیوار میشه و میره سمتش. با نگاه به اون طرف آیزاک رو میبینه. سری به اولگا میگه که برو بالا و هیچ کاری نکن. اولگا که روانی بودن عمو و کثافت کاریش خسته شده با تیرکمون شلیکی بهش میکنه و با قفل کردن در زیر زمین تنهاش میذاره. حالا مو شروع به صحبت با آیزاک میکنه تا راضی به همکاری بشن و با هم اولگا رو بکشن، در حالی که چوبی دستش رو منتظر ده آیزاک بیرون میاد و بهش حمله کنه. اره‌ای که توی دیواره حرکت میکنه و میفهمه که آیزاک رو گول زده، اما یه رفعه صدای مرد از بیسیم طبقه بالا میاد. مو وحشت زده میشه که اگه آیزاک طبقه بالا و فرار کرده کی داره اره رو حرکت میده. و چند لحظه بعد جنازه مادر که انگار تسخیر شده خودش رو نشون میده. به مو حمله میکنه و میریم طبقه بالا. آیزاک سگ این خانواده رو آزاد میکنه و سمت قایق میره. اولگا زنجیر شده و نگاهی بهش میندازه، اما آیزاک بی توجه به اون راهش رو ادامه میده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. در مورد کاویات بگم که معصوم ترین شخصیتی که تو فیلم ها میبینیم آیزاکه، چون افراد این خانواده همشون ردی هم. هرچی که میگذره خب بیشتر اینو درک میکنیم، بخاطر اینکه اول فیلم ما خب برش خاص نداریم، ولی با آخرین فلشبکی که آیزاک میزنه و خاطره به یادش میاد قشنگ میفهمیم که این عمو یا همون مو چه آدم وحشتناکی بوده که قصد داشته برادر خودش رو از بین ببره بعد از اینکه زندارش شد کشه. برای این کار هم خب دیدیم که اومد با آیزاک پول داد، اما در آخر آیزاک پشیمون شد این کارم انجام نداد و در واقع اصلا هیچ گناهی انجام نداده، همه کار تقصیر مو بود. اما سوال اصلی اینه که چه کسی در روی پدر اولگا قفل کرده؟ اولا که انگیزه مو رو اگه بخوایم در مورد صحبت بکنیم، خب حتما پدر اولگا یه سری مشکل داشته، یه دلیلی داشته که اون مادر اینطوری اذیتش میکرد و حتی میبستتش، حتی میخواسته یه کاری انجام نده. ولی به هر حال پدر و برادرش میان این مادر رو از بین میبرن. حالا بعد از این یه سری ها میگن که عموه عمر در روی پدر قفل کرده، اما دلیلی نداره. وقتی که به یه نفر دیگه پول داده و خیالش راحت بوده که آیزاک این کارو براش میکنه، اصلا دلیلی نداشته که بخواد دیگه خودش هم چه کاری انجام بده. پس میرسیم به یه دونه دلیل خیلی موجه. آخر فیلم خب به ما ثابت شد که روح مادر اولگا توی این خونه بوده، خونه تسخیر شده از عروسکی، برای همین حرکت میکرده و چند جای مختلف هم دیدیم که بوده و لحظه آخر هم که اصلا واقعا ما جلوی مو و بهش حمله کرد. و خب وقتی که همچین کسی انگاری واقعا توی خونه وجود داره، خونه تسخیر شده است، قطعاً مادر اولگا بوده که برای انتقام، خاطر انتقام قتلش که پدر و برادر شوهرش سرش رو آوردن، برگشته و خب این کار رو با همسر خودش کرده. نکته دیگه که در مورد فیلم باید بدونید اینه که اصلا چرا آیزاک به این خونه برگشت داده شد. دلیل اصلیش اینه که آقا مو میخواست این پسر رو بکشه اما موفق نمیشه و فقط خاطراتش رو دست میده. برمیگردنتش به این خونه و توی شرایطی قرارش میده که میدونه دختر برادرش یا همون اولگا امکان داره این مرد رو به قتل برسونه، چون همیشه تو گوش اولگا خونده که آقا این آیزاک بوده پدرتو کشته، همه چی انداخت گردن آیزاک و کاری کرده که این دختر ازش متنفر باشه، برای همین هم اصلا انقدر بهش زن داره و کلا خیلی ازش کاری متنفره. و به هر حال اولگا به شرایطی میرسه که میخواد با تیرکمون این مردو بکشه، اما لحظه آخر که میخواد این کارو بکنه و مو میاد پیشش، متوجه نقشه عموش میشه و میفهمه که میخواد ازش سوء استفاده بکنه. برای همینم هم به جای اینکه بخواد آیزاکو بکشه، به عموی خودش شلیک میکنه. و اصلا دلیل اصلی که به آیزاک این کار پیش ناد داده میشه و برمیگره به خونه همینه، چون عمو نقشه ریخته بوده تا یه جوری از شر این مرد خلاص بشه که یه موقع نقشه هاشو به پلیس لو نده و گیر نیفته. خلاصه جدا از اینایی که گفتم و چیزایی هست که در اصل همه بهش فکر میکنن، یه پایان بندی دیگه هم هست که خیلی در مورد صحبت میشه و به نظرم اینم میتونه منطقی باشه. یه سری معتقدن که اولگا شخصیت بد فیلمه. اگه بخوایم کلا وجود روح و این چیزها رو انکار بکنیم و بگیم که فیلم خیلی واقع‌گرایانه است، اولگا شخصیت بده. چیزی که در آخر فیلم هم آیزاک باور میکنه و برای همینه که اولگا رو نجات نمیده و با خودش نمیبره. توی این پایامندی گفته میشه که مادر اولگا کلا روانی میشه و خیلی به اولگا فشار میاد سر این قضیه
برای همینم به مادر خودش شلیک میکنه با تیرکمون و اونو پنهانش میکنه، یعنی در اصل اون قاتل مادرشه. بعد از مدتی که پدر این قضیه رو میفهمه، میاد پدر رو توی زیر زمین زندانی میکنه و اونم جون خودش رو میگیره. برای همینم وقتی که آیزاک به خونه میادش میفهمه در قفله، در اصل روحی وجود نداشته، اولگا بوده که در روی پدر قفل کرده. و خب در آخر فیلمم که عمو به اونجا میادش و میفهمه که الان عمو جنازه مادر رو دیده، فهمیده که اولگا چه کاری انجام داده. برای همینم میاد به عموش هم حتی شلیک میکنه تا جون اونم بگیره. و اون لحظه آخری که حالا روح میبینه عمو چی هرچی که هست، بر اینه که عمو کلا به قتل رسیده و انگار داره دنیای ماورایی رو نشون میده که روح مادر اولگا اومده پیشش. خلاصه که تو این پایان بندی شخصیت بد اصل ما اولگاه و همه جنایت ها رو انگار اون انجام داده و آیزاک هم کار درست توی انجام میده که اونو با خودش نمیبره. در آخر اینکه فیلمش خیلی فضای عجیب و اتمسفر دارک و ترسناکی داره، حتما پیشنهاد میدم یه بار ببینیدش، مخصوصا اگه با جمع میخواید ببینید و فیلم ترسناک باشه، خیلی گزینه خوبیه. امیدوارم خوشتون بیاد، پیشنهاداتو بنویسید، همه کامنتارو میخونم. مراقب خودتون باشید، لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتون هم گلسی.